یک انسان، یک هموطن، یک دوست به توجه شما نیاز داره. لذت زندگی دادن رو تجربه کنید. به دوستانی که قضیه مونا رو میدونن یا این فیلم رو میبینن بهشون بگم، ازشون خواهش کنم که فقط یک لحظه اگر ممکن چشمشون رو ببندن و به این فکر کنن که چقدر ساده میتونن جونی انسان رو نجات بدن، حالا مونا یا هر آدم دیگه ای که احتیاج به مغز و استخوان داشته باشه. من مطمئنم که دیگه هیچ چیزی نمیتونه مانع از این بشه که آزمایش اولیه فقط یه مقدار از مخاط دهان شما رو میخواد و اگه شما خوششانس باشین، مچ بشین، برای نهایی، برای قسمت نهایی فقط یه مقدار از خون شما، همین. فرض کنید تمام مردم دنیا عضو بانک مغز و استخوان باشه، میشه گفت این یعنی ریشه گنی نسبی یه سری از بیماری های باشن. من نمیدونم ما چجوری میتونیم تلاشی رو که مونا داره برای مقابله با بیماری میکنه به شما نشون بریم، ولی مطمئنم اگه هر کدوم از شما جای ما بودید و این تلاش رو میدید و اینکه اون چقدر داره سعی میکنه که امیدش رو زنده نگه داره، شک نمیکردیم که انجام یه آزمایش، اهدای خون و سعی خیلی زیاد برای اینکه بیشتر و بیشتر هموطنان رو مطلع کنیم که برن آزمایش رو بدن و عضو بانک بشن هیچ کاری نیست. شاید این شما باشید که زندگی من رو نجات بدید. برای همه ما تو زندگی لحظاتی هست که میتونیم با یه تصمیم کوچیک یک کار بزرگی انجام بدیم. این بار هم شما میتونید با یک آزمایش ساده جون دوست ما مونا رو نجات بدید. من فکر میکنم همه کسایی که درد و رنجی که مونا توی این مدت کشیده رو از نزدیک دیدن هیچ تردیدی ندارن که وظیفه‌شون و کمترین کاری که میتونن بکنن این هستش که این آزمایش رو بدن. از همه کسانی که میشناسن، از همه ایرانیایی که میشناسن بخوان که این آزمایش رو بدن. بعضی از اتفاقایی که در زندگی پیش میاد موجب جرقه میشه، تأثیرش فراتر از خود اون حادثه است. بیماری دردناکی که دوست عزیز ما مونا زارعی با اون مبتلا شده یک موج مثبتی در بین دوستداران مونا و هموطنان ما در کل دنیا ایجاد کرده. شما میتونین در این راه برای نجات دادن جون هموطنان خود با ما همیاری کنید. روز اولی که مونا رو دیدم هیچ وقت یادم نمیره، یه دختر با انرژی، با لبخنده شیرین. بعد روزی که رامبد به من گفت کی بود اون نزدیک، آشنای نزدیکی که این مشکل رو داره، شاید هر کسی فکر میکردم ولی نه مونا. وقتی شنیدم اصلا نمیتونستم جلوی ناراحتی خودم بگیرم که این دختر 2 سال تمام تک و تنها این همه رنج رو کشیده و تنهایی به هیچ کس نگفته. فقط متاسفم دفعه اولی که میل واسه من فرستادن این میله توش نگفته بود کیه و من دفعه اول ازش راحت گذشتم. داشتم ایمیل رو درباره مونا می‌نوشتم که به همه دوستانم بفرستم، پیش خودم فکر کردم چند تا از این ایمیل ها بوده که من خیلی راحت از کنارشون گذشتم، در حالی که شاید میتونستم خیلی ساده جون کسی رو نجات بدم. بیاین این پیام ها رو جدی‌تر بگیریم. فقط با یه آزمایش ساده، تنها با نمونه برداری از مخاط دهانمون میتونیم امید به زندگی رو در مونا و بیماران دیگه مثل مونا بیدار کنیم. هیچ کار مهمتر از نجات زندگی انسان نیست.
احتمال اینکه مونا اهدا کننده خودش رو بین هموطنان ایرانیش پیدا کنه خیلی زیاده. بیایید با انجام این آزمایش ساده جمعیت ایرانی های این بانک رو بالا ببریم و امروز زندگی مونا و فردا زندگی هموطنان دیگمون رو نجات بدیم. In comparison to the miracle of saving a young woman's life, the small amount of time and blood you give is incredibly minuscule. Please, find the time, take the test, and help us save one of life. من کاملا ایمان دارم که هر انسانی خصوصا با شناختی که از هموطنهای خودم دارم، هر ایرانی بدونه که با یک آزمایش خیلی ساده میتونه جون یه انسانی رو، خصوصا اون انسان که هموطن خودش باشه، نجات بده، حتما داوطلب میشه. و اون چی که مهمه اطلاع رسانیه، یعنی هر کی که میدونه سریعا به دیگرون هم اطلاع بده که شاید بتونیم ما یه بانک اطلاعاتی خیلی قوی داشته باشیم و بتونیم جون مونا و موناهای دیگر رو از این طریق نجات بدیم. من فکر کنم یه موهبت الهیه که آدم بتونه جون یه انسان رو نجات بده، برای اینکه نجات یک فرد در واقع معادل با نجات یک نسله. و وقتی که آدم میدونه که با براحتی با اهدای یه مقدار کمی از خونش میتونه جون یه انسان رو نجات بده، من فکر کنم بهترین کار و راحت ترین کاری که آدم میتونه انجام بده. انشالله که من بچه مونا باشم یا هر کسی دیگه که به خون من احتیاج داره. شاید این شما باشید، شما باشید که بتونین جون مونا رو، شاید این شما باشید که شاید شما باشید که زندگی مونا رو نجات بدید شاید شما باشید که بتونید جون مونا رو نجات بدید. ما داریم فیلمو میگیریم واسه همه آدمایی که دارن کمکمون میکنن. تو چیزی میخوای بهشون بگی؟ من از همشون میخوام تشکر کنم به خاطر این همه لطف و توجهی که داشتن. امیدوارم یه روز بتونم منم به همه هموطنان کمک کنم.